ممکن است این حرکت به یک انقلاب شبیه نباشد، اما بیشتر از یک سال است که هر یک شنبه مردم شهر کوچکی در منطقه کورک کاونتی در ایرلند راهپیمایی می‌کنند. آنها علیه کمک مالی دارندگان اوراق قرضه اعتراض کردند. از نظر آنها این معامله هرگز نباید صورت می‌گرفت. در سال 2008 دولت ایرلند با تضمین نامحدود و پوشش بیشتر اوراق قرضه صادر شده از بانک‌های ایرلند موافقت کرد. آنها میگویند هزینه این سیاست غلط ممکن است برای دولت و مالیات دهندگان به 35 میلیارد یورو برسد. من اعتراض خود را شروع کردم چرا که بسیار عصبانی هستم. ما به صورت اجباری پول زیادی در این کشور می‌پردازیم. در این حال شاهد از بین رفتن خدمات اجتماعی هستیم و در واقع این ضعیف‌ترین مردم جامعه ما هستند که باز هم زیر فشار بدهی‌های مالی که مربوط به خودشان نیست قرار گرفتند. برای دیر موید اورفلین، برگزار کننده این راهپیمایی های اعتراضی، کمک به سرمایه گذارانی که ریسک کردن ناعادلانه است و مقصر اصلی از نظر او اتحادیه اروپا به خصوص بانک مرکزی اروپا است. تلاش من رساندن این پیام به گوش مردم است. با فرض بر این که با قرض گرفتن این بدهی 100 میلیارد یورویی از بانک‌های اروپا ما بتوانیم این وام را باز پرداخت کنیم، این امری مضحک است. داستان واقعی و کامل به مردم گفته نمی شود. ما در واقع توسط بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا تهدید می شویم و قربانی قدرت اتحادیه اروپا شدیم، به خصوص توسط مرکل و سارکوزی و همچنین دولت خودمان که به ما خیانت می کند. 4 سال پیش پس از یک دوران رونق اقتصادی کم نظیر، بحران مالی جهانی ایرلند را به یک رکود اقتصادی ویرانگر فرو برد و در نوامبر 2010 میلادی دولت ورشکسته برای نجات کشور از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول یک وام 90 میلیارد یورویی گرفت. صندوق بین‌المللی پول هنگامی اعلام داشت که دارندگان اوراق قرضه باید این ورشکستگی را قبول کنند و از پول خود چشم پوشی کنند و در واقع به تنهایی پاسخگوی اشتباهات خود باشند. ولی با فشار از سوی بانک مرکزی اروپا این درخواست انجام نشد و تضمین اوراق حفظ شد. حال به گفته دولت قوانین ریاضتی شاید سختگیرانه تر هم بشوند، چرا که کسری بودجه دولت ارتباطی به بانک ها ندارد. برایان هیز وزیر اقتصاد ایرلند به یورو نیوز میگوید اگر ما از حمایت خارجی و تامین کنندگان مالی از جمله صندوق بین المللی پول، کمیسیون و بانک مرکزی اروپا بهره نمی بردیم، امسال تنظیم کسری بودجه ما 3.5 میلیارد دلار نبود، بلکه بیشتر به حدود 13 میلیارد می رسید. بنابراین اگر مردم می توانند تامین مالی کشور را از طریق دیگری جایگزین کنند یا بهره کمتر از 1% پیدا کنند، ما خوشحال می شویم. اما تا کنون کسی به ما نگفته در کویت و یا در آمریکای جنوبی یا در روسیه و چین بانکی وجود دارد که حاضر به پرداخت وامی 3 ساله با بهره 1% است. ما آن را هنوز پیدا نکردیم. بنابراین مردم باید درک کنند که ما با یک کسری بودجه بسیار مهم روبرو هستیم. اگر صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا حمایت خود را قطع کنند، اقدامات ریاضتی 10 برابر امروز خواهند شد. جمعیت 4 میلیونی ایرلند روز به روز با شرایط بدتری مواجه است. تخمین زده می شود که بیش از نیمی از خانواده‌های ایرلندی پس از پرداخت هزینه مسکن، سوخت و ضرورت‌های اساسی تنها 100 یورو برایشان باقی می‌ماند. در این اوضاع سخت اقتصادی، مردم ایرلند باید در اواخر ماه مه به معاهده اتحادیه اروپا برای یک پارچگی بیشتر مالی رای دهند. دیوید و لین بارتون دانشمندانی هستند که پس از یک دوره کار در بریتانیا و آمریکا در سالهای 1990 میلادی به ایرلند بازگشتند. آنها خانه خود را قبل از رشد بی سابقه مسکن خریدند، امری که به نظر آنها باعث نجاتشان شده است. اما امروز آنها شاهد کاهش 20% حقوقشان هستند و ارزش خانهشان بیشتر از 50% کاهش یافته است. دیوید ضد اقدامات ریاضتی نیست، اما او معتقد است که اجرای پیمان اتحادیه اروپا برای دولت یک تمرین بسیار سختی خواهد بود. مردم بسیار عصبانی هستند. یک سال پیش زمانی که دولت جدید سر کار آمد، انتظار می‌رفت که آنها برای ایجاد تغییر شرایط موجود و نجات مردم از این وضعیت مذاکراتی انجام دهند. در آن زمان اوضاع بسیار وحشتناک بود. نرخ بالای بهره و باز پرداخت دارندگان اوراق قرضه بانک‌های انگلیسی و ایرلندی خفه کننده بود. مردم دولت را سرزنش می کنند، اما از نظر من این اشتباه بانک مرکزی اروپا بوده. آنها تاکید دارند که ما بدهی های این بانک ها را پرداخت کنیم و این مبلغی در حدود 34 میلیارد یورو است که برای کشوری مانند ایرلند با تولید ناخالص داخلی 60 میلیاردی صورت حساب بسیار بزرگی است. خشم و بی اعتمادی، دو احساسی که در این کشور در حال رشد هستند و شاید رای دهندگان ایرلندی را بر این وادارند که به پیمان مالی اروپا رای مثبت ندهند.
به ترس اینکه شاید این پیمان به یک سری اقدامات ریاضتی بی پایان تبدیل شود که همراه با افزایش مالیات و عدم رشد اقتصادی باعث دردسرهای زیادی برای مردم باشد. دن اوبراین خبرنگار و اقتصاددان اطمینان می‌دهد که این ترس بی پایه است. ایرلند در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار دارد و یکی از سه کشور منطقه یورو است که نجات داده شده. بعضی بر این باورند که این پیمان یک روش ریاضت مؤثر است، اما از نظر من اینطور نیست. این دولت‌ها در دهه‌های گذشته مغروض شدند و ما به خوبی می‌دانیم که این روش مغروض شدن بسیار خطرناک است و اروپا باید زمان زیادی را حتی ده‌ها سال صرف کند تا بتواند سطح بدهی‌ها را به حد قابل قبولی برساند. بهتر است که کشورها این کار را انجام دهند، حتی اگر متحد به این پیمان نباشند. در غیر این صورت آنها با خطر داشتن بدهی‌های زیادی که روزی باعث ورشکستگی آنها می شود مواجه هستند. یکی از دلایلی که ایرلند را مجبور به تقاضای کمک کرد مشکلات شدید بانک ها بود که پس از سقوط قیمت املاک به سرمایه گذاری مجدد احتیاج داشتند. اما برای تعداد فزاینده ای از مالکان مسکن ایرلندی کمک هایی که از طرف بانک های دولت به آنها می شود ناچیز است. کارولین لنون یکی از ده ها هزار نفری است که برای پرداخت قسط خانه‌اش با مشکل مواجه است و هنوز 170 هزار یورو به بانک بدهکار است. حقوق او 20% کاهش یافته است ولی قادر به مذاکره با بانک وام دهنده نشده است. حتی اگر خانه خود را به فروش برساند باز هم سالها بدهکار خواهد ماند. او انجمن صاحبان مسکن ایرلندی را تأسیس کرده. من باید صادقانه بگویم که در ابتدا خودخواهانه رفتار کردم. اول نگرانی من فقط مسائل خودم بود و تلاش میکردم از سرمایه ام محافظت کنم، اما خیلی سریع وقتی با مشکلات مردم آشنا شدم این کار را برای هدف بزرگتری پیش بردم. گفته میشه که اون چه که در اینجا رخ میده قابل قبول نیست، از نظر اخلاقی نادرسته. اگر کسی تصمیم میگیره با شما کار کنه شایسته احترامه. ببخشید من کمی احساساتی شدم. اونها شایسته احترام از طرف کسانی هستند که نمایندگی اونها را به عهده دارند. همین. ما به دنبال دریافت چیزی به طور رایگان نیستیم. ما مشتاقانه میخواییم که قرضمون رو بپردازیم. ما فقط به دنبال یک روش منصفانه هستیم. به دنبال روش منصفانه. دولت ایرلند قول داده است که در صورت دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا دست به هر کاری برای حل مشکل بزند. اما این ادعا برای کسانی که اعتماد خود را به دولت و اتحادیه اروپا از دست دادند مثل تبل توخالی است. مردم آرام آرام از آنچه در ایرلند اتفاق افتاده با خبر خواهند شد. همه آنچه در 4-5 سال گذشته بر سر این کشور آمده از جمله سیاست‌های ریاضت اقتصادی. ما بالاخره متوجه خواهیم شد که این سیاست‌ها به نفع مردم نخواهد بود. هرچند ما دیگر به رنج کشیدن عادت کردیم. اگر این سیاست‌ها به سودمان بود ما آنها را قبول می‌کردیم، اما چنین نیست. اگر مردم ایرلند به پیمان مالی اروپا رأی منفی بدهند دریافت قسمت دوم از کمک‌های مالی دشوار خواهد شد. هرچند عده‌ای هم می‌گویند که سیاست‌های ریاضت اقتصادی مؤثر بودند. البته در این کشور به جز کسری بودجه یک عنصر دیگر هم از کسری دیگری رنج می‌برد. کمبود اعتماد.